درود و سلام، وقت بخیر به دنیای ورزش. از آریا نیوز با ما جمشید احمدی خوش آمدید. تا نیم ساعت در خدمت شما هستم با مهمان گرامی ورزشی. گلوبال ماستر ترنینگ پروگرام برگزاری 102مین بار کورس ماستری در کره جنوبی و برای اولین بار اشتراک دو مربی از افغانستان، ماستر سید ظریف هاشمی از فدراسیون ملی تکواندو، ماستر محمد نور امیری همچنان از فدراسیون تکواندو در این کورس اشتراک داشتند و برای بحث بیشتر مهمان ما ماستر محمد نور امیری، مسئول اداری فدراسیون تکواندو و مدرس بخش پومسا با ما هستند در رابطه با کورسی که در کره جنوبی برگزار شده بود و اینکه چگونه انتخاب شدن و بازم ماستریشان را برشان مبارک باد میگم. سلام، وقت بخیر ماستر صاحب، خوش آمدین به دنیای ورزش. سلام خدمت شما و تمام بینندگان عزیز تلویزیون آریانا و برنامه خوب شما دنیای ورزش. سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و بازم بر شما مبارک باد میگم. دو مربی موفق ما که لقب ماستری را میگیرن و برمیگردن به افغانستان، از این بگین که کورس چگونه به پایان رسید و چطور شما از افغانستان انتخاب شدین و این کورس شرکت کردین؟ تشکر، سلامت باشین. اول خود قسمت انتخابی که ما چطور انتخاب شدیم دو نفر از افغانستان بریم به این کورس اشتراک کنیم، کورس بسیار مهم بود. برای اولین بار است که از افغانستان دو نفر اشتراک میکنه. ما 4 نفر مدرسین بخش پومسا در افغانستان هستیم، بخش تکنیک، و ما در ولایت ها در مرکز سیمینار های را 6 ماه برگزار میکنیم، چی در ولایت چی در اینجا، که تقریبا 2 ماه پیشتر 8مین دار سیمینار بخش پومسا در کابل بود، امین رقم در تمام ولایت ها. لازم دیده فدراسیون ملی تکواندو افغانستان وقتی که از فدراسیون جهانی از کوکیوان ایمیل می برز اینا که شما 2 نفر برای ما معرفی بکنین، بس لازم دیده فدراسیون ملی تکواندو افغانستان های رهبری فدراسیون تکواندو در نظر گرفت که ما 2 نفر ایزام کنه برای دای بخش او دای بخش ماستری با هم پروگرامی که گرفته شده بود و ما در اونجا امتحان دادیم. بعضی چیزایی را که روان کرده بودن که شما از اینی برنامه های بخشای فنی است، شما باید حرکات کار کنین، فلم بگیرین، باش روان کنین برای اونا. و یک چیز دیگه هم که بود که حداقل از 2 دقیقه کمتر و 3 دقیقه اضافه تر نباشه در رابطه بر تکواندو، در برای تکواندو انگلیسی باید صحبت کنی، که چون اونجا تمام برنامه و تمرینات دیگه پا به زبان انگلیسی تدریس میشد. دقیق، از اهمیت کورس میشه بگین و چی تعداد اشتراک کننده موجود بود در این کورس؟ کورس خو تقریبا 48 نفر از 42 کشور 4 قاره در اونجا اشتراک کرده بودن. این مسابقه کورس ها را تقریبا 102مین بار در کوریا بود که ما اشتراک کردیم. 130مین بار بعد از اینکه ما از کوریا حرکت کردیم آمدیم کابل، در کابل رسیده بودیم که 130مین بارش در کولومبیا گرفته شد که همین ماسترهای کوریایی که در کوریا ما را تدریس میکردن درس میدادن اونا رفتن در اونجا، و 104مین بارش در آمریکا گرفته شد. مسئولیت کورس چقدر تاثیر گذار خواهد بود؟ دقیقا که کورس در 5 بخش تکواندو ما آموزش دیدیم و هر بخشش هم عملی بود و هم تیوری بود، و هر کسایی که ماسترهایی که می آمدن تمامش پروفیسورها در بخش خودش بودن، که در بخش کیروگی که بخش مبارزه است، بخش پومسا که بخش فرم است، بخش سل دفنس دفاع شخصی است، بخش نمایشات بود، بخش شکستاندن اجسام سخت و نرم، و بخش تایپینگ یعنی کمک های اولیه که چطور در زمان مسابقات یا ورزش یک ورزشکار آسیب میبینه، آجل چطور بتونین یک چیز موقتی برازی یک تداوی موقتی شوه که بتونه ادامه با تمرینات خود بعد از اون برای دائمی چیز کنه، تداوی کنه خود. بسیار خوب، اسناد را که شما گرفتین میشه در مورد این دو اسناد هم برای بیننده هم معلومات بدین که این اسناد در مورد چی بود؟ این اسناد سرتیفیکیتی است که ما در این 102مین بار اینجا نوشته است. میتونه که بیننده عزیز 102مین بار اسنادی است که ما اشتراک کردیم و این اسناد اشتراک برای ما دادن که شما اشتراک کردین در این برنامه، و این اسناد دیگهش که است ویزیتی که وقتی که تو در کوکیوان میری در خانه تکواندو که ما وقتی رفتیم اونجا امتحان دادیم و این تقدیرنامه رو برای ما اونجا دادن، بازی از طرف
کوکیوان برای تمام اشتراک کننده داده میشه. بازم موفق باشین، بر شما مبارک باد میگم. تشکر، سلامت باشین. برگشت شما و تجربه که از اونجا کسب کردین چقدر مؤثر خواهد بود بر فدراسیون ملی تکواندوی ما؟ دقیقاً 100% انشالله که ما قبلا هم در خدمت بودیم و حالا هم در خدمت هستیم. انشالله ما برنامه داریم، برنامه یک ساله خود انشالله که تقریبا خلاص است که جور کنیم، در حال جور کردن است که ما سیمینارهای را باید داشته باشیم، چیزهایی که ما در اوجه آموختیم در خدمت وطنهای خود، در خدمت ورزشکارها و بالخصوص اساتید عزیز که زحمت میکشن در خدمت از او قرار بگیره و ما بتونیم سیمینارهای خوبی را بگیریم در این 5-6 بخشی که ما در اونجا سیمینار گرفتیم و بتونیم این سیمینار را امانت بریم به اهلش بسپاریم که اینا بتونن خدمت خوبتر و اضافه تر برای اولاد وطن کنن. بسیار خوب. فدراسیون ملی تکواندو چی برنامه ها داره به خاطر گرفتن سیمینار ها که باید اکادمیک و بهتر خوبتر پیش برین تا بتونیم مربی های دیگه شما هم و تجربتون را شریک بسازیم به اونا؟ هدف فدراسیون ملی تکواندو همیست. فدراسیون تکواندو مکتبی است، پوهنتون است. اون رقمی که پوهنتون است و مکتب است، با اون رقم که ما پیش میریم دیگه باید بالاتر بریم. وقتی که ما را روان میکنن به خاطر چیزام که هست، می کورسم که گرفته شده از طرف فدراسیون جهانی کوکیوان گرفته شده، به خاطر مکتبی شدن، یکسان شدن تکواندو در سرتاسر جهان، فکر کو از 48 استاد از 42 کشور میاد اینجا از 4 قاره، اینا را دعوت میکنن، تمام مصرفشون، تمام بود و باش رفتن آمدن همش به دوش کوکیوان بود، همش به دوش فدراسیون جهانی بود به خاطر مکتبی شدن. البته مکتبی است، یعنی کلگی یکسان باید تمریناتشان همه گپاش نکسون بود. خیلی عالی. چطور شد که در گذشته شما نتونستین از آدرس فدراسیون تکواندو و همچون کورسایی که 102مین بارش بود بالاخره افغانستان شرکت کرد و یک بارگی در این عصر در این زمان تونستین فدراسیون تکواندو یک کار بکنه یا اینکه شما دعوت شوین، انتخاب شوین برین به این کورس شرکت بکنین؟ خب این برنامه خوب تکواندو، برنامه مستر تکواندو که در مسابقات، در سیمینارها، در تنها در مسابقات کیروگینه که به مسابقات پومسه اشتراک کردن، در هر جای وقتی که دیدن فدراسیون جهانی کوکیوان دید، اونا لازم دیدن که ما باید از افغانستان هم چیز کنیم، دعوت کنیم و اونا مربی ها بیان اینجا آموزش ببینن و برن در خدمت قرار بگیرن. وقفه، بعد از وقفه مرهم را باشه. دوباره خوش آمدین ادامه دنیای ورزش. مهمان گرامی ما ماسر محمد نور امیری با ما هستن. آقای نور، در بین در رابطه با این که شما اگر تدریس بکنین در کدام بخش ها تدریس میکنین، از گروگی میگه، پومسه و دفاعی شخصی، نمایشات و از گپ های دیگه که از استپ به استپ پیش میرین، از کجا شروع میکنین؟ بله، ما خو اول شروع میکنیم از انشالله که تصمیم داریم اول شروع کنیم از بخش پومسه، بازم اونطور بخش کیروگی، بخش نمایشات، سل دفن، دفاع شخصی و شکستاندن اجسام، چیزهایی که در اونجا ضرورت بود که باید مردم چیز کنه، ورزشکارها یا استازا تمرینات ببینن، اونا رو با خود آوردیم از اونجا، از کوریا خریداری کردیم، آوردیم فدراسیون اداد داد که باید اینا را، ما که فدراسیون در جریان قرار دادیم، اونا ادعا دادن که شما این را بخرین بیارین اینجا و در خدمت ورزشکارا و جوانان و نوجوانان قرار بگیرن. بسیار خوب. جدیدترین شیوه‌ای که شما اونجا آموزش دیدین و فهمیدین که در افغانستان هنوز هم شیوه‌ها اجرا نشده بود چی بود؟ بر شما چقدر مهم بود؟ شیوه‌ای که زیاد چیز نبود، یعنی اتر شیوه جدیدی که ما بگیم امکان داره 20% 30% تغییر داشته باشه، انشالله افغانستان قبلا هم شیوه خوبی را پیش می بردن و حرکات هم نتیجه‌اش همین بود که می رفتن از تمام مسابقات، چی در کیروگی و پومسه، اون هم انشالله شاهد هستین که همیشه میرن با دستاورد خوب برمیگردن. این از شیوه خوبی است که همیشه اینا گفته عامیانه اینا آپدیت هستن، همیشه چی در بخش کیروگی است، پومسه است، همه چی است. یگانه چیزی که اونا زیادتر تاکید میکردن، چون اونجا در کوکیوان خانه تکواندو که میگیم اونجا را
بنیاد تکواندو 32 پروفیسور تکواندو در اونجا هست در بخش های مختلف 5-6 بخش مختلف. اونا نوآوری میکنن نواری خوبش دهی اصلا خوب خود بخش تکنیک است. بخش های فنی است که عملی کار میشه باز اون ما که شروع کردیم در تیم 500 که کار میکردیم اموز تمرین میکردیم زیر دست مربیای ما و اونمو شیوه را شروع کردیم در میجه از استادای خود کم کم تا که بخیر برای سیمینار ها برسیم و سیمینار در مجموع از مرکز و از ولایات ها بیان کسی که از ولایت ما از ولایت کسی که نمیده مرکز با ما انشالله در خدمت هستیم که با زونا با ما با ولایت برین در خدمت قرار بگیریم. بسیار خوب، با آمدنتون از این بابت چقدر میتونه فدراسیون تکواندوی افغانستان اکادمیک و تخصصی پیش بره؟ انشالله پیشتر اشاره کردم که سابقم اکادمیک بود تخصصی پیش میرفتن هر کس در بخش های خود خودون انشالله اضافه تر میشه چیزی که ما از اونجا تجربه‌ای که ما از اونجا گرفتیم در یک ماهی که تو شخصیتی که رفتن آموختن به عنوان لقب ماستر برگشتن خب طبعا انتظار فدراسیون تکواندو و جامعه ورزشی همین است که فدراسیون تکواندو بیشتر رشد بکنه باز که دستاوردهای خوب شما داشتین. فدراسیون تکواندو قابل قدرم است، ما قهرمانای خوب داریم داشتیم قربانتون. ما ان شاء الله امو تجربه‌ای که اونجا آموختیم و از پروفسورای مختلف از 5-6 بخش مختلف چی در بخش تئوری و چی در بخش عملی ما انشالله در خدمت هستیم و انشالله که فدراسیون تکواندو اما تعهدی که دارن تمام استادها و هیئت رهبری هم که انشالله با تعهد خودن آماده هستن و پیش میریم. بسیار خوب، انشالله که بتونید. شما گفتین 103مین 104مین کورس هم برگزار شد، بازم چانس برای افغانستان است، میتونیم به جز شما و کسای دیگر هم معرفی بکنیم و اونجا شرکت بکنن، تجارب خوب کسب بکنن انشالله. برنامه از اونایی تر بود که کسایی که خوب میدرخشید در اونجا چون رفته بود به خاطر آموزش از خود یک شایستگی نشان میداد او باز بگفت ما بر سالهای بعدی میتونیم چون 42 کشور است، 213 کشور ثبت راجستر فدراسیون کوکیوان هستن. اینا هر سال وقتی که اینا خودشون دعوت میکنن تمام مصرفی گپاره میکنن اونا به دعوت کردن به اختیار از اونا است. اما یا که وقتی در کولومبیا مصاحبه چیزا میگیرن سیمینار میگیرن امی کورس میگیرن و در امریکا میگیرن مردم خودشون مصرف میکنن. هر نفر امکان داره 7000 8000 دلار مصرف کنه که این کورس بگیره به این کورس دسترسی پیدا بکنه. در شما چقدر از اینا گرفت که شما در این کورس شرکت کردین؟ اما خب تمام مصارف به دوش از اونا بود. بله. تکت رفتن بر آمدن بود و باش همه چیز به دوش از اونا بود. یعنی تخمینی گفتم یعنی مو چقدر امکان داره که 7-8000 دلار صرف پی نفر مصرف شده باشه چون مو خب گاو بود و باش گپا کمه که قیمت تمام میشه تکت رفت آمدن امکان داره 2000 دلار 800 دلار باشه بالاتر کمتر باشه دیگه از این خواهد داره. بسیار خوب، باز هم چانس دارین؟ ما چانس ما این کورس لول 3 بود. میتونیم که لول 2 زیره وقتی که لول 2 برگزار شوه در جایی که گرفتن تا بالا لول 3 است بسیار کم کم لول 2 کسایی که اسناد کوکیوان درجه 6 داشته باشه فعلا ما داره درجه کوکیوان داره دانه 5 است و مستاز در سایتر فاشیمی هم وقتش پورا شده انشالله میره به طرف دانه 6 باز اونا خودشون اگر دعوت کردن به لول 2 وقت ما اگر چی داشتن ما انشالله آماده هستیم و بریم که کورس هم بخیر بگیریم بعد از لول 2 بین برای لول اول لول اول دیگه بسیار زیاد چی لقب دادن میشه؟ اونا دیگه ماستر، گران ماستر و پروفسور. بسیار خوب، انشالله که سرمایه کشور هستین بر در بخش ورزش و فدراسیون تکواندو یک بار دیگر بتونه رشد سری داشته باشه با بودن شما، با نقش شما و این دستاورد که شما فعلا در اختیار دارین خیلی مؤثر است به فدراسیون تکواندو. از بازم بریم سر کارکرد فدراسیون تکواندو، برنامه های خوب تکواندو در پیش روی چی هست، چی برنامه های خوب داره و در رابطه با قهرمانایی که ما بیرون از افغانستان داریم اونا هم تلاش میکنن و خصوص مسابقات المپیک 2024 پاریس هم در راه است. فدراسیون برنامه خود دارم طبق چیز جنتری سال پیش میره انشالله تا بالا پیش رفته که شما شاید دستاوردهای از مسابقات بازی آسیایی از چین است. بله. مسابقات تدارکاتی که سه برنامه هم زمان در کوریا بود که دو جا مدال آوردن و
از بازی آسیایی که آمدن همزمان مسابقات جی تو که در پاکستان بود، میزبان پاکستان بود، پنجمین در بازی مسابقات آسیایی که اوپن در پاکستان گرفته شد. و شما شاهد ازی بودین که افغانستان در بین 23 کشور مقام قهرمانی را میگیره و افتخار بر وطن میره و لقب بهترین مربی برای مربی تیم ملی استاد بشیر ترکی داده، لقبش داده میشه و بهترین مبارزم که محسن جان رضایی میشه. یعنی در یک مسابقه گرفته میشه این سه بخشی که بسیار مهم است. مقام قهرمانی، اما تلاش میکنه باید قهرمان شوه. در اونجا امریکا هم بود، در اونجا انگلیس هم بود، در اونجا جرمنی هم بود، در اونجا مثلا کشورهایی که همسایه ما شما از قاره آسیا است، اردن است، مثلا قزاقستان است، آذربایجان است، ایناست، اینا بودن. اینا هم زیاد کوشش کردن که باید بخش مردا بتونن که مقام قهرمانی را بگیرن، اما نتونستن. اما این برمیگرده به دعای مردم که همیشه دعا میکنن، دعای مردم به مظلوم افغانستان و دوم تلاش فدراسیون تکواندو و تلاش نیمی اساتید عزیز است که همیشه تلاش میکنن که ما بریم دستاوردی بریم تا لبخندی بر هم وطنان باشه. خیلی عالی است. کوتاه میخوایم در مورد ازیم بدونیم که قهرمانایی که بیرون از افغانستان زندگی میکنن، بخصوص کشورهای آسیایی، ایران و پاکستان، پاکستان هم نمیفهم که تکواندوکارای خوب داریم یا خیر، خود در ایران نمایندگی محسن رضایی میکنه یا سر ورزشکارای خوب ما برای المپیک 2024 چی زمینه را مساعد میسازن که اونجا بیاین، کمپ تمرینی کجا هست و برنامه‌های خوبی که اونا بتونن درخشش خوب داشته باشه؟ همیشه در تمام برنامه‌های خودم، برنامه‌های مسابقات که هستم، محسن جان رضایی، علی اکبر امیری، محسن جان لطفی که اینا عضو تیم ملی تکواندو افغانستان در وزن‌های مختلف است. محسن جان رضایی وزن 2 است، قهرمان وزن 2 است، حسین لطفی قهرمان وزن 4 است و علی اکبر امیری قهرمان وزن 8 است که منفی 87 کیلوگرم است. اینا همیشه ما آمدن در برنامه‌ای که بوده، مثلا در این برنامه مسابقات بازی آسیایی چند ماه را شما شاهد هستین که در می افغانستان زیر دست سرمربی تیم ملی تکواندو افغانستان استاد بشیر ترکی اینو تمرینات دیدن تا که رفتن اینو به افتخارات کمایی کردن. سپاسگزار هستم از حضورتان. ماستر محمد نور امیری، مسئول اداری فدراسیون تکواندو و مدرس بخش بامسه، بازم ماستریتان یک بار دیگر مبارک. تشکر، سلامت باشین، بخیر باشین، سرفراز باشین. و من هم ناگزیر از حضور گرم شما مرخص میشم. تا دیدار، خدا نگهدار.